به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. می خواهم درباره زکام یا کامن کولد که بسیار معمول است و براتون صحبت کنم. خب زکام همگیتان می فهمین که ریزش است یا افرازات بینی می آید و کم بسیار درجه خفیف گلودردی می تواند داشته باشد و دورهش کوتاه است، اما آدم دوره که نو شروع می شه و پیش از اون می شه که به حساب ساری باشه و از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه و انتقالش هم می تواند توسط عدسه و سلفه و تماس دست و افرازاتی که در جای یا در کتابخانه یا در خانه یا در کیبورد کامپیوتر از دستای منتن یا از افرازات بینی میریزه، وقتی شخص دیگر می آید تماس میکنه شخص دیگر بگیره و یا یکی عدسی که میزنه ویروس ها در هوا باد میشه شخص دیگر تنفس میکنه و یه صاحب زکام شده میتونه. خب باید زکام وقایع شد وقتی کسی که در کار میره باید با اتاق علایده کار کنه یا یکی دو روز اول که سرعت انتشارش زیاد است در خانه بشینه، در خانه هم اتاق خود علایده کنه و تمام اشیای اتاق علایده کنه. همچنان میتونه استراحت کنه و همی تمام سطح اشیا توسط مواد ضد عفونی پاک شود تا ویروس ها و دیگه میکروب ها همه پس شود و مقدار زیاد ویتامین سی یا مواد استرس یا مواد میوه‌جاتی که اینا رنگ نارنجی دارن و رنگ زرد دارن که ویتامین سی زیاد داره بگیرن. همچنان مالتا بسیار خوب است، بسیار زیاد مایعات بگیرن، همچنان میتونن که بخارات هوا جوش بدن یا استیم یا بخارات هوا او را انشاق کنن، برشان بسیار فایده میکنه و اگر افرازاتی که در سینه و گلو یا ایشان هم باشه اینا لیکویت فای میشه یا یکی مایی میشه رقیق میشه و یاست مبرایه که همین دوری زکام یا کامن کولد کم میسازن. خب علاوه به این هیچ کدام دوای ضد ویروسی نیست که دفعتاً زکام جور کنه، بلکه دورش کم کوتاه میکنه. همچنان کسایی که اینا انتیبیوتیک میگیرن انتیبیوتیک هم برشان فایده نمیکنه، در غیر از اون تنها در حالت اختلاطاتش که سینه بغل بته یا برانشایتس بته انتیبیوتیک میتونه فایده کنه. بعضا اگر اختلاط کنه زکام یا کامن کولد میتونه که میکروب سینوسا یا ساینس انفکشن بگیره یا میکروب گوش یا هیر انفکشن بگیره یا سینه بغل پیدا کنه یا برانشیت پیدا کنه. و همچنان کسایی که مریضی مزمن مثل مریضی قلب و مریضی کانسر و شکر یا داره میتونه در اونا کدام اختلاط پیدا شود. از این خاطر خوب است که همیشه وقایه کنین و حال خصوصا که ماسک است و با ماسک کسایی که می پوشن از ویروس هایی که دعوا باشه از انشاقش جلوگیری میشه. خب علاوه به این که امی انتشار ویروس ما باید کم بسازیم، باید همیشه حفظ صحیح خود مراحت کنیم و دستای خود بشوییم، خصوصا اگر از بیرون میاییم باید دستای خود بشوییم و روی خود بشوییم و اگر دیکانجستانت استفاده میکنیم بهترین یعنی مواد ضد التهابی استفاده میکنیم بهترینش انشاق آب است و مایعات است که زیادتر مایعات بگیریم و بر جاندردی پاراسیتامول یا تایلنول یا استامینافین استفاده شود. خب این عرضش موقتی است تا 3-4 روز دوام میکنه و دوباره بعد از دورش که بوده شد تا نهایت یک هفته دوباره جور میشه. تشکر. چینل مرا سابسکرایب کنید.